سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی کلوپ کارآفرینان ایرانی کانادا. من مهرداد مرادیان هستم، از طرف کلوپ امشب در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم بابت وقتی که اختصاص دادید و مثل همیشه در برنامه های کلوپ همراه ما هستید. ما در کلوپ هدفمون تسهیل دستیابی کارآفرینان ایرانی کانادایی به تجربیات کارآفرینان موفق و جلوگیری از سعی و خطاست، به منظور بالا بردن راندمان مدیریت و توسعه کسب و کار برای ایرانیان عزیزی که در کشور کانادا قصد راه اندازی و یا توسعه کسب و کار خودشون رو دارن. کشور کانادا فرصت‌های بیشماری رو در حمایت و برنامه‌های حمایتی از کارآفرینان و بالاخص خانم‌های کارآفرین داره که بعضن اینقدر این برنامه‌ها متنوع و گسترده است که زمان خیلی زیادی رو ممکن از یک کارآفرین بگیره برای اینکه به جزئیات تمام این برنامه‌ها آگاهی پیدا کنه. یکی از موضوعات اصلی که همیشه مدیران باید مد نظر داشته باشن، مدیریت بهینه زمان هست و برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از زمان. ما امشب یک برنامه بسیار اینفورمتیو و با اطلاعات بسیار خوبی رو برای شما تدارک دیدیم با حضور سرکار خانم دکتر زهره حسن‌نژاد. ایشون از محققین برجسته در حوزه کارآفرینی هستند که در واقع مقطع پسا دکترا پستاک فیلو دانشگاه رایرسون هستن و در حوزه انترپرنورشیپ یا کارآفرینی تحقیقات بسیار گسترده و عمیقی رو در تیم‌های مربوطه در دانشگاه رایرسون برای دولت فدرال کانادا انجام میدن که البته بیشتر خودشون توضیح خواهند داد. در برنامه امشب خانم حسن‌نژاد قصد دارن که ما رو با جزئیات کارآفرینی و تعاریف کارآفرینی از دیدگاه آکادمیک و تئوری بیشتر آشنا بکنن. برنامه‌های حمایتی و سازمان‌هایی که در کانادا وجود دارن و میتونن به خانم‌های کارآفرین کمک کنن که مسیر توسعه و شروع کسب و کارشون رو با قدرت بیشتری ادامه بدن معرفی کنن و تعدادی از این سازمان‌ها و کارکرد اونها رو برای ما بیشتر تشریح کنن تا ما به جای اینکه وقتمون اختصاص بدیم و خودمون دونه دونه این سازمان‌ها رو پیدا کنیم، بتونیم از تجربیات و دانش ارزشمند ایشون بیشتر استفاده کنیم و جزئیات این برنامه‌ها و روش کارکردی و حمایت‌هایی که هر کدوم از این سازمان‌ها می‌تونن برای ما داشته باشن رو به دست بیاریم تا بتونیم هم توی خدمتتون عرض کردم از زمانمون بهینه‌تر استفاده بکنیم و با آگاهی بیشتری اپروچ کنیم و ارتباط بگیریم با سازمانی که می‌تونه در راستای توسعه کسب و کار ما به ما کمک بکنیم. خیلی متشکرم ازتون. منم با اجازه شروع میکنم و خب اسلایدام رو شیر میکنم که انشالله دیگه شروع بکنیم. شما الان پاورپوینت های منو میبینید؟ بله بله، من دارم بله. پاورپوینت شما صفحه کامل رو دارید دیگه، درسته؟ بله بله، بسیار عالی. به نام خدا، من زهره حسن‌نژاد هستم، محقق در واقع پستاک دانشگاه رایرسون و در حال حاضر برنامه‌ای که باشون در حال همکاری هستم پروگرامی هست تحت عنوان Women Entrepreneurship Knowledge Hub که در واقع این برنامه در راستای اهداف دولت کانادا که برنامه ریزیشون در واقع این بود که نرخ کارآفرینی در کشور کانادا برای خانم ها همچنان پایین هست، حدود 16% هستش و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه کارآفرینی خانم ها دولت فدرال یک برنامه‌ای تدارک دیدن تحت عنوان Women Entrepreneurship Strategy و طی این استراتژی یک بودجه 5 میلیارد دلاری اختصاص داده شده و بخشی از این بودجه بالای 16 میلیون دلارش تا الان به وک اختصاص داده شده، Women Entrepreneurship Knowledge Hub، که ما در وک یک برنامه پارتنرشیپ هست به صورت نشنال داره کار میکنه، 10 ریجنال هاب داره توی شهرهای مختلف کانادا و من در واقع یکی از سینیور ریسرچر های اونجا هستم، توی کمیته اجرایی وک هستم و توی کمیته ساینتیفیک وک هستم و بنابراین با توجه به در واقع ماهیت کارمون که باید بررسی بکنیم ببینیم که چه اقداماتی داره صورت میپذیره، دسترسی داشتم به یک سری منابع که دوست داشتم که شیر بکنم با دوستان. برنامه‌ای که
امروز حالا مطالبی که من دوست دارم امروز کاور بکنم صرفا به جهت فلوی مطلب که از یک جایی شروع بشه و به یک جایی ختم بشه ابتدا یک توضیح مختصری در خصوص اینکه اصلا منظور ما از کارآفرینی چی هستش و واقعا چقدر میتونه تاثیرات بزرگی توی جامعه داشته باشه من یک توضیحاتی ارائه خواهم داد. اینکه توی اکوسیستم کارآفرینی چه خبر هستش و خانوم‌ها چه موانعی رو باش مواجه هستن توی اکوسیستم و چه جوریه که کاملا جا نیفتادن و همچنان هنوز فقط 16% خانوم‌ها با این همه امکانات کارآفرینن. اینکه نیازهای اساسی خانوم‌های کارآفرین چی هستش و چگونه سازمان‌های حمایتی اومدن و این نیازها رو دارن ادرس می‌کنن با چه هدفی و با چه روی کرد. و من در واقع اون برنامه های حمایتی دولت کانادا رو دسته‌بندی کردم. یه سریشون منابع آموزشی هستن، یه سریشون منابع مالی هستن، منابع بانکی هستن، اکسلریتور ها یا شتاب دهنده ها هستن، سازمان های نانپرافیت و منابع دولتی که یه مقداری خوب تعداد منابع خیلی خیلی زیاد بود. من سعی کردم که خیلی سلکتیو اونهایی رو که فکر میکنم واقعا مفید هستش رو توی اینجا در واقع ارائه بکنم. بحث ابتدایی ما اگر بخوایم شروع بکنیم که اساسا کارآفرینی چی هست و کی بوده ریشش، ببینید ما توی اقتصاد مینستریم توی تئوری های اقتصادی همیشه میگفتن که عرضه و تقاضا همدیگه رو به تعادل میرسونن. ایشون آقای جوزف شومپیتر اقتصاددانی بودن که در سال 1934 اومدن گفتن که تعادل بازار میتونه توسط یک تخریب خلاق به هم بریزه و یک تعادل جدیدی به وجود بیاد. ما نقش اون فرد رو نباید نادیده بگیریم توی اقتصاد و اون فرد کسی هستش که ما بهش میگیم entrepreneur. حالا این ترجمه که برای کلمه entrepreneur تو فارسی شده کارآفرین یه مقداری مورد پسند محققای ایرانی هم نیست، ولی خب فعلا اینو داریم و به نظر اصل مطلب رو نمیرسونه، برای اینکه من به جرئت میتونم بگم که entrepreneurship خیلی فراتر از این هاست. تعریفی که آقای جوزف شومپیتر ارائه کردن از تا کارآفرینی این بود که کارهای جدیدی انجام بدین یا کارهایی که داشت انجام میشد و به شیوه جدید انجام بدین. من اگر میخوام مثالی بزنم از نظم بازار، مشهودترینش برای من مثال تاکسی ها و تاکسی رانی هست. ما توی ایران توی همه جای دنیا یه تعداد مشخصی مسافر همیشه در طول روز توی شهرها جا به جا می شدن، تعداد مشخصی هم تاکسی بودن همیشه. این عرضه و تقاضا همیشه توی تعادل بود تا زمانی که اپلیکیشن هایی مثل اوبر، اسنپ و تاکسی توی ایران به وجود اومدن و اون نظم بازار، اون عرضه و تقاضا به هم ریخت و ما توی ایران شاهد بودیم که حالا راننده های تاکسی اعتراض کردن. منتها اینو ما بهش میگیم تخریب خلاق. یک تخریب بود که خلاقانه بود، پشتش یک نظم دیگه ای اتفاق افتاد. مورد دیگه این هستش که اساساً کارآفرینی همیشه به معنی دریافت سود نیست، همیشه به معنی تکنولوژی نیست. برای اینکه یکی از کلیشه هایی که در مورد انترپرنورشیپ وجود داره اینه که اسم شدیداً با حوزه تک گره خورده. چون ما موقعی که در مورد انترپرنور ها فکر میکنیم اسامی که به ذهنمون میاد سریع آقای زاکربرگ، آقای استیو جابز، در صورتی که اینطوری نیست. من توی این شکل برنامه توسعه پایدار سازمان ملل رو که در سال 2015 تعریف شده و هدف سازمان ملل این هستش که تا سال 2030 این 17 تا هدف رو بهشون رسیده باشن، اهدافی که فقر نباشه، گرسنگی نباشه، نمیدونم تبعیض‌های جنسیتی نباشه، ادویکیشن صحیح برای همه وجود داشته باشه. و اینها خودشون یک روش های نوآورانه ای رو می طلبند برای حل این معضلات اجتماعی و کارآفرین های اجتماعی، سوشال انترپرنور ها یا سستینبل انترپرنور ها، اونها کسایی هستن که فراتر از سود فکر می کنن، به سود خودشون فکر نمی کنن، به این فکر می کنن که نوآوری که توی جامعه دارن انجام می دن
یک ایمپکت خیلی بزرگتری، یک گروه خیلی بالاتری از افراد جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. و خبر خوب این که نرخ کارآفرینی خانم ها توی حوزه های اجتماعی خیلی بالاتره، یعنی ما بیشتر خانم های کارآفرین رو توی حوزه کارآفرینی های اجتماعی میبینیم. اتفاقا جالبه که من امروز مقاله میخوندم و به یک ویژگی خانم ها اشاره کرده بود، میگفتش که خانم ها چون ویژگی کیرینگ دارن، در مورد همه چی اهمیت میدن، مراقبت میکنن، اونها به خاطر این هستش که بیشتر توی حوزه های اجتماعی فعالیت دارن. بنابراین ما اگر با این دید به قضیه نگاه بکنیم، این صحبت آقای انیشتین که میگن که نوآوری وظیفه همه ماست، نوآور بودن وظیفه همه ماست، این مقداری شاید احساس مسئولیت بیشتری بکنیم، شاید اشتیاقمون بیشتر بشه به این که با دید بازتری محیط اطرافمون رو نگاه بکنیم، خلاقیت خودمون رو بهتر استفاده بکنیم ازش و ببینیم که برای معضلاتی که توی جامعه وجود داره یا حالا برای سود خودمون اگر میخوایم کسب و کاری را بندازیم دست به کار بشیم. واقعا حالا باز دوباره من یک کانتکست خیلی سریع از بیزنس خانم ها که کانادا بدم. ببینید کانادا علارغم این که طبق شاخصهای جهانی رتبه خیلی بالایی رو از لحاظ اکوسیستم کارآفرینی داره هست، ولی نرخ کارآفرینی خانم ها توش هنوز پایینه. فقط 16% اسمی ها توی کانادا توسط خانم های داره میشن. بیشتر خانم ها توی کانادا با سرمایه شخصی بیزنسشون رو شروع میکنن. بالای 83% خانم ها با سرمایه شخصی شروع میکنن و این باعث میشه که کوچیک شروع میکنن و کوچیک هم میمونن. توی بیزینس هایی که بیشتر توی حوزه خرده فروشی هست، بیشتر توی حوزه سرویس هستش، فعالیت دارن. یا مثلا ما موتیویشن های مختلفی ممکنه برای کارآفرینی داشته باشیم. انگیزه ای که پشت فعالیت های کارآفرینیانه هست یا میتونه بر مبنای نیاز باشه یا میتونه بر مبنای فرصت باشه. اکثر خانم ها توی کانادا بر مبنای نیاز کارآفرینی رو شروع میکنن، حالا یا کار بهتری پیدا نکردن یا شغلشون از دست دادن یا دنبال این هستن که بین کار و زندگیشون فلکسیبیلیتی داشته باشن. این مسائل هستش و کمتر دنبال فرصتن. و ضمن اینکه خب موانعی هم بر سر راهشون هست که من حالا این موانع رو میخوام که توی مبحث اکوسیستم بهش اشاره بکنم. اگر که ملاحظه بفرمایید، این شکل اکوسیستم کارآفرینی، این اصلا اصلی ترین فریم ورک ما توی تحقیقاتمون توی دک هستش که ما در واقع فاکتورها و عواملی رو که توی اکوسیستم کارآفرینی نقش دارن رو توی 3 تا لول بررسی میکنیم: لول اجتماعی، لول سازمانی و لول فردی. اگر که ملاحظه بفرمایید توی لول اجتماعی ما بحث، فرض بکنید، فرهنگ رو داریم که فوق‌العاده موضوع مهمی هست برای کارآفرینی خانم ها. علتش این هستش که خب توی فرهنگ آمریکای شمالی یا حتی توی همه جای دنیا اکثرا اینجوری جا افتاده که انترپرنورشیپ یک کار مردانه است. یک فرهنگ مردانه توی اکوسیستم کارآفرینی حاکمه که حالا به اصطلاح هم بهش میگن برا کالچر، که اخیرا هم توی سیلیکون ولی هم خیلی اتفاقاتی سر این به وجود اومده. و به خاطر اون فرهنگ مردانه‌ای که حاکم هستش توی فضای کارآفرینی، ورودش برای خانم‌ها عموما سخته. دچار تبعیض میشن، ممکنه که نتونن احساس راحتی بکنن. یا مثلا ما بحث مدیا رو داریم که چقدر توی رسانه‌ها از کارآفرینی خانم‌ها یاد میشه. معمولا این انتقاد به رسانه میشه که شما توی تلویزیون، توی رسانه ها خانوم ها رو معمولا یک شخصیت خیلی سافته، خیلی مهربونه که دائم در حال اوتو کشیدن لباس و بچه داری هست نشون میدید. و اون رول مدل هایی که به عنوان زنان موفق که بیزنس های چند میلیون دلاری رو دارن اداره میکنن، چندین صد
نفر کارمند زیر دستشون هست، اینا به خوبی نشون داده نمیشه که خانم ها در اون انگیزه پیدا بکنن. بحث برنامه های دولتی هست که چقدر دولت ها روی این قضیه تصمیم میگیرن، که همین برنامه وک که در واقع من اشاره کردم به انترپرنورشیپ استراتژی، یکی از حالا کارهایی هستش که دولت کانادا داره انجام میده. بحث زیر ساخت ها هست که خیلی مهمه. توی زیر ساخت ما بیشتر موضوع آمارها رو بهش توجه میکنیم، که آمار فعالیت های کارآفرینی، آمار سرمایه گذاری ها، آمار در واقع حالا فعالیت های کارآفرینی جندر دیسگریگیتد باشه، یعنی کاملا دسته‌بندی شده باشه که خانم ها توی چه سطحی هستن، آقایون توی چه سطحی هستن، که این دیتا معمولا خیلی نداریم. توی سطح سازمانی ما سازمان‌های مالی رو داریم که باز اونها متأسفانه فرهنگ خیلی مردانه توشون حاکم است، اکثرا توسط آقایون اداره میشه، خانم‌ها خیلی دچار تبعیض میشن، حتی خانم‌ها جرأت نمی‌کنن. یعنی یک ویژگی که حالا لقب بدی که به خانم‌ها نسبت دادن توی حوزه مالی، بهشون میگن discouraged borrower، یعنی دیسکارج باره کسیه که نیاز داره، باید بره تأمین مالی بکنه، ولی جرأت نمیکنه چون فکر میکنه که حالا نمیتونه برگردونه یا ممکنه بابامش مخالفت بشه. در صورت این مسائل هست. توی حوزه حالا آموزشی یه سری مسائل دیگه هست که خانم ها بیشتر توی رشته های فنی و مهندسی وارد نمیشن، به همین صورت در حوزه تک عقب موندن، یا اینکه توی بحث مهارت های فردی، بحث رهبری خانم ها هست، بحث اعتماد به نفس خانم ها هست، و همه اینها جز مسائلی هستش که واقعا باید بررسی بشه. و منابعی که دولت ها روش دست میذارن، کارها و اقداماتی که انجام میشه در راستای پوشش دادن این موانع هستش. یعنی تمام اونها، اگر من الان حالا تو قسمت دوم پرزنتیشن که شروع میکنم و معرفی کردم، همه اونها به نوعی دارن یک گپ این مدل رو پر میکنن برای ما. و ما توی به عنوان حالا ریسرچرهای وک که کارمون در واقع ارائه کردن پالیسی هستش و اون اکوسیستم رو که نشون دادن به عنوان فریمورک کار ماست، در واقع ما هم اونو چارچوب خودمون قرار میدیم که گپ ها کجاست، مشکل ها کجاست و باید چی باشه. ببینید این مثلا یه نمونهش، ماها شما الان اگر توی گوگل سرچ بکنید کلمه انترپرنور رو برای ایمیج برید کلیک بکنید، این عکسی هستش که به ما نشون میده. به ندرت تصویر خانم ها رو اینجا میبینید، اکثرا تصویر یک آقای وایت حالا و که اینا استریوتایپ دیگه، یعنی کلیشه هایی هستش که در مورد کارآفرینی وجود داره. نمونه هایی از ریپورت های ما خیلی کارها توی وک انجام دادیم، ولی یه سری از ریپورت هایی که حالا من خودم شخصا توی اینها حضور داشتم و من ازشون اسکرین شات گرفتم، میتونید برید تو سایت وک مطالعه بکنید. ولی من این خودم این CETBE تو خیلی دوست داشتم که این خودش توی این ریپورت ما به بحث کلیشه ها خیلی اشاره کردیم و یک کمپینی راه اندازی کردیم که توی اون کمپین اگر شما هم یک خانم کارآفرین موفق هستید، لطفاً برید اسم خودتون رو ثبت کنید. هدف این کمپین این هستش که رول مدل ها رو معرفی بکنه. تا الان چند صد نفر خانم کارآفرین موفق اسم خودشون رو اونجا ثبت کردن و ما الان یک دیتابیسی از خانم های موفق اونجا داریم. بحث حالا فایننسینگ رو که من بهش میرسم، وضعیت کارآفرینی خانم ها، گزارش سالانه ما سال 2020 رو داشتیم، 2021 هم این منتشر شده. من سعی میکنم سریع از این مباحث بگذرم و برم سر در واقع برنامه های حمایتی. فرض میکنیم که حالا همون جوری که خدمتتون عرض کردم تشخیصه، فرض میکنیم که اکوسیستم کارآفرینی تشخیص نیاز کرده، متوجه شده که خانم ها چه نیازهایی دارن و بر مبنای اون داره برنامه هاشون میچینه. شما یک ایده خیلی خوب دارید، مثل این خانم بسیار ایده برایتیه و میخواید بگید که حالا اینو عملیش بکنید، دقیقا و واقعا به چه چیزهایی نیاز دارید. ببین واقعا
کارآفرینی کار آسونی نیست. یک سری ویژگی‌های شخصیتی خیلی با چیزی میخواد. برای همین میگن یک کار مردونه است. برای اینکه من مصاحبه فردی رو میخوندم که 53 بار ایشون میگفتن که ما نشنیدیم. 53 بار ایشون رفتن ایدهشون رو پرزنت کردن، همه گفتن نه این به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، ولی ایشون اون پشن رو داشتن. یعنی به قول مولانا که میفرماید راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست، اون عشق به کارآفرینی رو ما بهش نیاز داریم که بهش دست داشته باشیم، ایدمون رو بهش ایمان داشته باشیم، یا اون پوسکلوفتی رو تنسیتی رو ما داشته باشیم، ویژن رو ببینیم آینده این کار میخواد به کجا برسه، اعتماد به نفسش رو داشته باشیم. این چه جوری به وجود میاد؟ این تو خلأ به وجود نمیاد. ما موقعی که توی خونه هستیم یه روز ممکنه حوصله داشته باشیم، یه روز ممکنه نداشته باشیم، یه روز ممکنه ناامید بشیم. شبکه های نتورکینگ، جایی که خانم ها جمع میشن با هم صحبت میکنن، همدیگر رو به همدیگه معرفی میکنن، جلسات آموزشی برگزار میشه، اینها جاهایی هستش که اون حس ها رو برای شما زنده نگه میداره و شما رو امیدوار میکنه که قدم بعدی رو هم برید جلو. پس یک سری از برنامه های حمایتی در راستای دستیابی به این هدف هستش که اون روحیه رو توی ما زنده نگه داره. کارشون فقط نتورکینگه، به شما کمک میکنن فقط اونجا برید کمک به هم دیگه کمک کنید، با هم دیگه صحبت کنید، ببینید خانمهای دیگه چه مراحلی رو رفتن، چه چالش هایی رو داشتن. پس این یه دسته. مورد دوم اینجا میگه که a great idea that people will pay money for. great idea رو ما داریم. من خودم فکر میکنم خیلی ایده خوبیه یک لامپ بزرگ توی دستمه، ولی آیا واقعا مردم به این پول میدن؟ آیا این واقعا این ایده قرار هستش که برای منو به یه جایی برسونه، من از طریقش سود به پول برسم؟ باز این جایی هستش که شما میرید ایدتون رو به 10 نفر دیگه اعلام میکنید، پیچ میکنید ایدتون رو، نظر اونها رو میگیرید، فیدبک میگیرید روی ایدتون که اونها به شما بگن آیا این ایده کار میکنه یا نمیکنه، از نظر اونها ضعفش چیه. پس یه سری از سازمان ها هم در قالب کارهایی که میکنن به شما این کمک رو میکنن که شما برید باشون مشورت بکنید، در مورد ایدتون باشون صحبت بکنید، پروبالش بدید. موضوع بعدی پلان کردنه. یعنی ما هر ایده‌ای هم داشته باشیم واقعا باید براش پلان داشته باشیم. بازار فعلی بازار بسیار بسیار رقابتی هست. یعنی شما هر کاری که بخواید انجام بدید قبل از ما چندین نفر دیگه انجامش دادن. بیزینس پلان اصلی ترین و کلیدی ترین فاکتور ما توی پیش بردن اهدافمون هست و یک سری از سازمان ها، حالا من بهش میرسم، به شما کمک میکنن که شما برنامه ریزی کارتون رو دقیق بتونید انجام بدید، ببینید که واقعا مشتریاتون کیان. اگر که شما دارید این محصول رو به بازار عرضه میکنید، قبل از شما چه محصولات مشابهی عرضه شده و شما چه value proposition‌ای دارید؟ value شما چی هستش؟ شما چه خدمت جدیدی میخواید ارائه کنید؟ شما چه نوآوری دارید؟ و اینها همه استراتژی‌هاییه که شما توی بیزنس پلنتون باید مشخص کنید. چقدر هزینه دارم صرف میکنم؟ کی این هزینه قراره به من برگرده؟ با چه استراتژی دارم وارد بازار میشم؟ چجوری میخوام مارکتینگ بکنم ایده خودم؟ چجوری برم خودم رو بشناسونم؟ کجا مردم ببینن ایده منو؟ که الان بحث دیجیتال مارکتینگ دیگه الان عصر در واقع پرزنت کردن ایده به صورت حضوری تقریبا دیگه داره تمام میشه یواش یواش. و دیجیتال مارکتینگ که الان من واردش نمیشم، آقای مهندس بشراش استادم ما هستن، یک بحث فوق‌العاده مهم و کلیدی هستش. و اینکه ناامید نشید، یعنی هی consistent execution of the plan، پلنتون رو اجرا کنید، فیدبک بگیرید، ایتریشن های زیادی رو شما خواهید داشت و اجرا کردن هزینه داره. حالا شما ببینید که کجا چجوری میتونید تأمین مالی بکنید. باز یه سری از سازمان ها با این هدف میخوان به کمک شما برسن که به شما کمک بکنن سرمایه اولیتون رو تأمین بکنید و ایدتون رو به مرحله اجرا برسونید. خب من از اینجا به بعد دیگه وارد بحث ریزورس ها میشم. اگر دوست دارید میتونید سکرین شات بگیرید، من لینک همه اینا رو هم دارم.
ولی نمیدونم که چجوری میتونیم، با کیبورد اگر سرچ کنید پیدا میشه. فیوچرپرنور یک سازمان غیر انتفاعی هست، هدفشون کمک به کارآفرینی جوانان رده سنی 18 تا 39 سال رو اینا کمک میکنن. یک ابزار فوق العاده مفیده، من اینو واقعا خودم خیلی خوشم اومد ازش، بیزنس پلنینگ رایتینگ توی وبسایتشون گذاشتن، تمپلیتش هست، به شما میگن خیلی خوب استراتژیتون رو اینجا بنویسید، ایدهتون رو اینجا بنویسید و دقیقا بهتون اون در واقع ایده رو میدن که شما بیزنستون رو چجوری پلن کنید. بانک بی دی سی، بیزنس دیولپمنت آف کانادا، بانک آف کانادا، بسیار بسیار منابع خیلی خوبی برای کارآفرینی داره. من اینو موقعی که داشتم بررسی میکردم فکر میکنم شما راحت 3 ماه باید وقت میبره، یعنی یک کورس دانشگاهی عملا کسی که میخواد توی کانادا بیزنس شروع بکنه. منابع بی دی سی بهترینه. حالا توی صفحه بعدی من منوشون آوردم بهتون نشون میدم. اینا منابع آموزشیه. یا مثلا بحث مارکتینگ هستش توی سوشال میدیا، فیوچرپرنور کورس داره، سوشال میدیا دوباره انتاریو نتورک انترپرنورز، اونجا ما باز یک سری منابع آموزشی میبینیم. فیوچرپرنور و بی دی سی رو من توصیه میکنم حتما وبسایتشون رو چک بکنید، از همه مراحل کار، از بیزینس پلن نوشتن تا اینکه چجوری چه افرادی رو هایر بکنید، کی هایر بکنید، حساب های مالیتون رو چجوری چک بکنید، مسائل لیگال مربوط به بیزینس ران کردن توی کانادا چجوری هست. شما هم کورس میتونید ببینید، هم وبینار میتونید ببینید، هم منابع در واقع الکترونیکی وجود داره. یا مثلا بخواید وارد بحث ای کامرس بشید، الان خیلی مبحث داغیه، یه سری پلتفرم ها مثل حالا آمازون یا شاپیفای که خیلی ها واردش شدن، اگر که میخواید این کار رو انجام بدید میتونید که حالا بحث انتاریو نتورک انترپرنورزی همچین بوکلتی داره. خود Canadian Business Resilience Network اونجا یک ریزورس لیستی دارن، من واقعیتش چک کردم وبسایتشون انگار خرابه، من نتونستم اونو پیدا بکنم، قبلا داشتم ولی الان نمیدونم وبسایتشون ظاهرا خراب بود. فدو انتاریو، خود سایت دولت کانادا، یک صفحه بسیار ریزی داره در مورد اینکه راهنمای بیزنس ها هستش که چجوری در واقع بیزنسشون رو فایننس بکنن. یه سری مهارت های دیگه که مهارت های سطح فردی هست که مثل دیزاین تینکینگ که شما چجوری بتونید خلاقانه تر فکر کنید، آرتفول ساینس آف پیچینگ، بسیار بسیار مهارت مهمی هست توی حوزه کارآفرینی، بحث پیچ کردن ایده، که چرا که حالا ما یک اصطلاحی داریم توی کارآفرینی به اسم elevator pitching. شما فرض بکنید که یک فرد مالتی میلیونر رو توی آسانسور میبینید و فقط 30 ثانیه فرصت دارید که ایدتون رو بهشون مطرح بکنید و نظر ایشون رو جلب کنید که بیاد در بزنس شما سرمایه گذاری بکنه. آیا این توانایی رو دارید؟ این پیچ کردن ایده جز مهارت‌هایی که واقعا خیلی بداد، یعنی کمک میکنه برای کارآفرینا. و اینو خوب شما یه سری ویدیو سری ها هستش که میتونید از انجل انوستورای انتاریو پیدا بکنید. حالا کورسرا که کورس های زیادی داره، این چند تا رو من اینجا آوردم. EDX این دوتای آخر، Entrepreneurial Leadership Toolbox و Entrepreneurial Mindset که برای EDX هستش، بسیار برنامه خوبی بود، من خیلی از این لذت بردم، مخصوصا بحث مایندستش. یک برنامه 2 ماه هست که شما اونجا میتونید برید شرکت کنید، رایگان هست و منابعشون هم آنلاین موجوده. اون ذهنیت کارآفرینانه رو یه جورای شما در واقع بهش میرسید. حالا من میخوام وارد بحث منابع مالی بشم. این چکیده منابع، من چقدر وقت دارم، منابع مالی هستش که چقدر
خانوم ها از منابع مالی استفاده میکنن و متاسفانه میبینید که این ویسی ها آمار خانوم ها بسیار پایین، آقایون حدود 4 برابر خانوم ها هستن عددشون، و اینکه عرض کردم 84% خانوم ها از منابع فردی و شخصی خودشون استفاده میکنن. این 4 تا میخوام بهتون نشون بدم. این مراحل کسب و کار شما از نقطه شروع که ما بهش میگیم پریسی تا نقطه که بیزنس شما رشد پیدا میکنه رو نشون میده، و اینکه شما چه منابع مالی توی هر کدوم از این مراحل ممکنه نیاز داشته باشید. ما وقتی که ایدم خیلی خامه، بله سرمایه رو از دوستانمون، از خانوادهمون، از اندازه شخصیمون میتونیم در واقع تامین بکنیم، تا میره بالاتر کراودفاندینگ توی کانادا خیلی پلتفرم‌های خوبی برای کراودفاندینگ وجود داره. یه چند تا پلتفرم فقط مخصوص خانم‌ها وجود داره، یکیش هست توی آلبرتا ADD فاینانشال که اونجا واقعا خانم‌ها باز طبق آمار خانم‌ها توی کراودفاندینگ بهتر از آقایون عمل می‌کنن. کیک استارتر هم هستش که باز اونجا خانم‌ها تقریبا آمار نشون میده که بهتر بودن. اینکیوبیترها منابع مالیشون معمولا محدوده، ولی اون حمایت هایی که میکنن شما جا بهتون میدن، یعنی اون جایی که میتونید بگیرید، اونجا منتورهایی که اونجا حضور دارن، اونا خودش خیلی حمایت بزرگیه. از مرحله ایده تا مرحله ای که یه مقدار بیزنس شما به رشد برسه واقعا فضای خوبی هستش. گرانت های دولتی هستش، وام ها هستش، یه سری وام ها که باز من توی جدول بعدی معرفی خواهم کرد، اونها برای مرحله پریسید نیست. اونها از شما رونیو میخوان که ببینن که بیزنس شما در سال چقدر درآمدشه و بر مبنای درآمد سالیانه بیزنس شما به شما منابع مالی میدن. بعد ویسی ها، یا مثلا ویسی ها چون سرمایه گذاری مخاطره پذیره، ایده هنوز خیلی ممکنه که خام باشه یا ممکنه بگیره یا نگیره، معمولا اونها سهام شرکت شما رو، 1% از سهام شرکت شما رو میگیرن و بعد در ازاش به شما سرمایه میدن. پس بنابراین لزوما حالا همه اینها اپتیموم نیست، بستگی به این داره که شما توی چه فازی از بزنستون هستید و کدوم منابع مالی میتونه برای شما بهترین منبع باشه. ولی خب اگر من بخوام آن اوریج بگم که چقدر شما سرمایه میتونید بگیرید، طبق آمار در سال 2018 به طور متوسط یک نفر تونسته که $280,000 انجل اینوستر، از این انجل اینوستر ها سرمایه بگیره، یا کراود فاندینگ مثلا طرف تا $28,000 میانگینش بوده. وی سی ها تا $2,000,000، اکسلریتور ها بستگی داره که اون اکسلریتور تو چه جایگاهی باشه، خودشون تو چه وضعیتی باشن، و وام های دولتی هم از $10,000 هست تا $100,000 یا بالاتر. من از این قسمت رد میشم. این یک جدولی هستش که همونیه که عرض کردم بر مبنای ریونیو به شما منابع مالی میده. شما ملاحظه بکنید اگر که درآمدتون در سال، فروشتون، حالا ریونیوتون با تا 50K باشه، سازمانی به اسم ریفاینری به شما این خدمات رو ارائه میده و شما الیجیبل میشید که وارد اون سازمان بشید. لیست کامل این سازمان ها رو BDC منتشر کرده، یک فایل حدوداً 100 صفحه‌ای هست که من اینها رو از اون برداشتم. اون فایل من میتونم با شما شیر بکنم، بنابراین از اینجا با اجازتون میگذرم. و خب اینها باز منابعی هستش که از اینجا دیگه من لیست یک سری سازمان ها رو دارم، اگر باز دوست داشتید میتونید اسکرین شات بگیرید یا بعداً بهش مراجعه بکنید. مگنتی یکی از سازمان های کلیدی و خیلی مهمه توی کانادا برای حمایت از بیزنس ها بعد از کووید. در دوران پاندمی برنامه های خیلی زیادی داشتن برای حمایت از کسب و کارهایی که آسیب دیده بودن. یک سری پروگرام های خوبی برای دانشجوها و دانش آموزایی که پلیسمنت پروگرام به اینا میگن، که بعد از فارغ التحصیلی دنبال این هستن که برای خودشون کار پیدا بکنن. اینا یک سری پروگرام ها دارن و پورتال اکسپورت بیزنس دار.
منابع مالی رو اگر بخوام معرفی کنم، همون اول اشاره کردم BDC یکی از بهترین هاست و شعارشون هم اصلا حمایت از کارآفرینی، یعنی شاید بگم که به جرات تنها بانکی که توی کانادا بیشترین حمایت از فعالیت های کارآفرینانه میکنه بانک BDC هستش. اسکوشیا بانک همین پارسال یک گزارش منتشر کردن که مبنی بر این که سواد مالی خانم ها خیلی پایینه در مقایسه با آقای، و این یک تلنگری شد که اسکوشا بانک اومد اصلا یک برنامه باز کرد به اسم اسکوشا بانک ویمن اینیشیتیوز، که اگر شما وارد این برنامه بشید، وبسایتشون بشید، ملاحظه میکنید که یک سری منابع آموزشی هم اونجا هست، یک سری داستان خانم های موفقی که از این برنامه استفاده کردن و در راستای ارتقاء فاینانشال لیتریسی خانم ها یا همون سواد مالی خانم ها یک سری برنامه های آموزشی خیلی خوب هم برای خانم ها دارن که من واقعا توصیه میکنم. این همون منوی BDC هستش که من عرض کردم شاید 3 ماه زمان ببره که شما کل این منو رو بتونید کاور بکنید. من اینجا چون اسکرین شات گرفتم نمیتونم باز بکنم، ولی فرض بکنید start or buy a business راهنمای کامل برای شما اینجا آورده که شروع بیزنس چه مزایای و معایب میتونه داشته باشه توی کانادا، خرید یک بیزنس چه مزایای و معایب میتونه داشته باشه برای شما، استراتژی بیزنستون چی باشه، چجوری پر بیزنس پلان تو بنویسید، چجوری تامین مالی بکنید، فایننستون چجوری باشه. این شاید این تولکیتی که اینجا ارائه شده شاید من میتونم بگم که کامل ترین تولکیتی هستش که برای کارآفرین ها موجوده و فرق نمی کنه آقای مخان ما هم میتونن از این در واقع بهره ببرن. میرسیم به دسته اکسلریتورها یا اینکیوبیترها. حالا اکسلریتورها خب یه مقدار پیشرفته ترن نسبت به اینکیوبیترها و کارشون این هستش که حمایت میکنن، یعنی شما میرید در ازای یک بخشی از سهام بیزنستون سرمایه از اونها جذب میکنید. بمن آن ده موز یکی از خوباست توی کانادا که فقط BC مخصوص خانم هاست، بالای 10,000 نفر الان اونجا چیز هست، و همون بحثی که همون اول اشاره کردم که نتورکینگ چقدر میتونه مهم باشه، مخصوصا پروگرام هایی که مخصوص خانم ها هستن. یعنی شما موقعی که حالا VC های ما اینو من توی مصاحبه با خانم های کارآفرین توی ما با خیلی مصاحبه کردیم، مهمترین چیزی که خیلی از خانم ها اشاره میکردن همین بود که محیط مردانه است و ما راحت نیسته، و این VC هایی که مخصوص خانم ها هستن، خانم ها میان اونجا همدیگر رو اینسپایر میکنن، با همدیگه در تماس هستن، قصه های همه برای همدیگه تعریف میکنن، این نتورکینگ ها بسیار بسیار منابع خوبی هستش. اینها لیست زون های دانشگاه رایرسونه. من توی یک تحقیق ما در مورد زون ها انجام میدادیم با کلی از کارآفرینایی که توی اینجا فعال هستن مصاحبه کردیم، خیلی هاشون واقعا واقعا مفید در واقع یافته بودن این برنامه ها رو. و یک خوبی که اکوسیستم دانشگاه رایرسون داره، دانشگاه رایرسون یکی از دانشگاه های پیش روی کارآفرین کانادا است، این هستش که اینها اومدن این در واقع اینکیوبیترهای خودشون رو دسته بندی کردن که این مثلا شاید بگم که به ندرت توی دانشگاه توی دنیا پیدا میشه که به این صورت شاخه بندی کرده باشن. شما اگر ایده‌ای در حوزه فشن داشته باشید، فشن زون رو دارن. اگر شما ایده‌ای در خصوص تولید محتوا و مدیا داشته باشید، میتونید به ترنس مدیا مراجعه بکنید. اگر ایده‌ای در خصوص مسائل حقوقی داشته باشید، میتونید به لیگال اینویشن زون مراجعه کنید. اینها در ازای مبلغ خیلی کمی، شاید در حد $300 در ماه به شما جا میدن. شما میرید اونجا مستقر میشید، طی یک پروگرام 3 ماهه منتورشیپ میگیرید، نیوزلتر دارن، تمام گرانت هایی که
دولت داره اعطا میکنه یا هر جای مختلفی وجود داره شما به شما اطلاع رسانی میشه. مسابقات، کوهورت هایی اگر در حال برگزاری باشه به شما اطلاع رسانی میشه. من خیلی از کسایی که اونجا باهاشون مصاحبه کردم واقعا مبالغ خوبی رو تونسته بودن. حتی یک خانم ایرانی من باهاشون مصاحبه کردم توی بایومدیکال زون، ایشون دانشجوی دکترای رایرسون بودن، یک ایده بایومدیکال حالا در خصوص مغز و استخوان بود یه همچین چیزی ایشون طراحی کرده بودن و از طریق زون یک کوفان یعنی یک اینوستور برای ایشون پیدا شده بود که اون اینوستور حاضر بود $1,000,000 روی ایده ایشون سرمایه گذاری بکن. پس بنابراین این فضای دانشگاه رایرسون هستش که این امکانات رو هم برای دانشجوهای خودشون و هم برای کسایی که از بیرون میان فراهم کردن. اینوویشن بوست زون بیشترش فعالیت های مهندسی هستش. دیجیتال مدیا زون قوی ترینشونه و وارد شدن بهش تقریبا خیلی آسون نیست. شما باید خیلی ایده قوی داشته باشید و خیلی خوب باید پرزنت بکنید که بتونید وارد DMC بشید، ولی بقیه شو من فکر نمی کنم خیلی سخت باشه. ستارتاپ کانادا رو واقعا توصیه می کنم. یک پروگرامی دارم به اسم ببین انترپرنورز پروگرام که اصلا تمرکزشون روی مارجینالایزد گروپ هست، یعنی خانم هایی که ایمیگرنت هستن، خانم هایی که بلک هستن، اندیجنس ها هستن. یعنی این فضا به نظر من وقتی دایورسیتی توش زیاده اونجا باز آدم احساس راحت تری میکنه و فاندای خیلی خوبی هم دارن. بالای $200,000,000 تا الان سرمایه گذاری کردن توی بزنس های مختلف و بیش از 5,000 تا خانوم از سرویس های این ها استفاده کرد. سکرین کورت، این برنامه رو ما خودمون اجرا می کردیم. برنامه ما بود وی هاب که یک برنامه آموزشی بود با همکاری اسکدینگ کورت توی کامیونیتی سنترها چیز بود برای نیوکامرها. دوتا داشتیم، NEH نیوکامر انترپرنورشیپ ها و میلینیال انترپرنورشیپ ها، که برنامه های آموزشی بود. منتها برنامه دو ساله بود، فاندش تمام شده، حالا من باید اینو پاک می کردم. اخیرا هم تمام شده، این دیگه نیست. بعدیش پرو هم جز واقعا مرکز خوب هستش، یعنی خیلی خیلی نتورکینگ قوی دارن، شبکه قوی دارن. شما از هر مرحله اگر کاملا استارت باشید یا بیزنستون در حال رشد باشه یا هر مرحله بیزنستون باشید، واقعا اونجا میتونید بهره‌مند بشید از فایننسشون، از پیر سرکلایی که شکل میدن، ساکسس استوری ها ملاحظه میکنید دیگه. منوشون واقعا تکمیله یه جورایی. اینم من خیلی دوست داشتم. این برای اکسلریتور هستش برای فعالیت های اجتماعی. اگر خاطرتون باشه توی اون اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، اون 17 تا هدف رو دیدیم که گفتیم کارآفرینی های اجتماعی رو در واقع فراخوان هستش. این اکسلریتور برای فعالیت های کارآفرینی اجتماعی هستش و مخصوص خانم هاست. اگر ایده خوبی دارید که میتونید یک مشکل رو توی جامعه حل کنید، حتما به اینجا سر بزنید، واقعا جای خوبی. واقعیتش اینو نمیدونم، یعنی خیلی جزئیاتش رو اطلاع ندارم، ولی ظاهرن سازمان خوبی هست، Canadian Association of Women Executive and Entrepreneurs. یعنی چه شما کارآفرین باشید چه صاحب یک بیزنس باشید، ظاهرن توی اینجا برای شما جایی هست. باز این اکسلریتور هایی که مخصوص خانم ها هستن، واقعا اینا رو من تاکید میکنم چون خیلی خیلی فضای خوبیه برعکس اکسلریتور های دیگه که خانم ها می نالن خیلی راضی نیستن. اینا رو حتما به نظر من در نظر داشته باشید. اینم که همون DNC رایرسون هست، عرض کردم خدمتون، یه مقداری ورود بهش سخته، چندین مرحله باید ایده شما پیچ بشه، بررسی باشه. و اتفاقا یکی از سازمان هایی هستش که اکسلریتور هایی هستش که کسانی که با
استارتاپ ویزا میخوان وارد کانادا بشن، اگر بتونن ایده خودشون رو به تاییدیه دی ام زی برسونن، ویزای استارتاپ رو میتونن بگیرن. بنابراین یه مقدار رقابتیه و سخته بود. نکست کانادا رو داریم، باز اینها مخصوص خانم ها نیستن، اینا رو برای همه هستش. این هم باز یک دیگه از اکسلریتور هاست. ارنستن یانگ هم باز یک سازمانیه که خیلی برنامه های جذاب، بیشتر تمرکزشون روی لیدرشیپ هستش و این هم برنامه، یک برنامه ویژه، یک لاین ویژه دارن مخصوص خانم های کارآفرین. و میرسیم به سازمان های نانپرافیت که فیوچر پرنور رو اشاره کردم، بیشتر روی کارآفرین های جوان هست تاکیدشون، تمرکزشون رده سنی 18 تا 39 سال. وام های کوچیک میدن که اخیراً وامشون رو تا 60,000 دلار هم بالا بردن، ولی خب تا 20,000 دلار، 5,000 دلار، حالا هر مبالغی رو اینها شما میتونید چیز کنید. با توجه به اینکه من فیوچر پرانر رو واقعاً میپسندم، یعنی توصیه میکنم، چون تمرکزشون روی قشر جوانه، میزان سپورتی بودنشون خیلی بیشتر به چشم میاد، یعنی اون منتورشیپشون واقعا خیلی فرق میکنه. این تول هایی که داشتن، همون اول اشاره کردم که یک تول کیت داشتن برای بیزنس پلن نوشتن، بسیار برنامه جالبی هستش و سازمان خوبیه. مارس وابسته به دانشگاه UFT هستش، اینکیوبیتر وابسته به دانشگاه یوآفتی هستش. اینم جزء اوناییه که یه مقدار سخت وارد شدن بهش، ولی اگر ایده خوبی دارید حتما اینم در نظر داشته باشید. فضای خیلی خوبی داره و خیلی ها تونستن که از اینجا به جای خوب برسن. در واقع چون شما انگار که مثلا یک بچه نوپای، یک نوزاد نوپای ایده شما و توی اکسلریتر داره بهش مراقبت میشه، ازش داره جون میگیره و شما در حضور، در رابطه با، یعنی وقتی حضور پیدا میکنید توی جمعی که مثل خودتون فکر میکنن یه سری افراد هستن که دارن به شما کمک میکنن، منابع رو به شما معرفی میکنن، قطعا اون نهال در واقع ایده شما بیشتر و زودتر ممکنه که به ثمر برسه. این رو داریم، باز این هم بیشتر حالت نتورک هست. اینا چون نان فور پروفیت هن، یه مقداری نمیشه خیلی روشون حساب کرد که حتما منتورشیپ های خیلی خوب داشته باشن. نه، اینا عضو میگیرن، ممبر بیست، و ولی خب بیشتر هدفشون شاید نتورکینگ هستش و میان مثلا کوهورت برگزار میکنن، افراد میتونن برن ایده هاشون اونجا پیچ بکنن، مسابقه برگزار میکنن، حالا جایزه در میان هستش. ما اینم یه سازمانی، قبلا اسمش مامپرنر بود، عوض کردن اسمش، الان شده ریولوشن هر، که اینم به نظرم برنامه جالبی هستش، یعنی اگر که بخواید واردش بشید، باز همون ممبر بیست هستش، باز میشید توی ایونت هاشون، توی برنامه هاشون میتونید شرکت کنید. Young Women in Business، باز این برای خانم های جوان هستش، البته خانم ها همیشه جوان هستن، ولی خب این وجود داره. وی کانکت، این یکی از خیلی قوی هاست، یعنی وی کانکت واقعا سازمان قویه و عدد و رقم هاشون هم، یعنی 1 تریلیون دلار اینا سالانه در واقع اینجوری که میبینیم پرچسینگ پاورشون بوده، بالای 10,000 نفر عضو دارن و خیلی خیلی سازمان قوی هست. یعنی شما اگر اونجا بتونید حضور پیدا بکنید، با آدم های خیلی قوی آشنا میشید که ممکنه که واقعا تأثیرش بزرگ باشه. Women's Enterprise Organization Canada، اینا دفتر اصلیشون توی بی سیه، ولی یعنی اون حالا جایی که خیلی اساسی هستش بی سیه، ولی جاهای دیگه هم فعالیت میکنن. باز توی وبسایتشون یه سری ایونت ها، یه سری اطلاع رسانی ها و منابع دارن. Women's Enterprise Center اینم هست که میتونید در واقع باز بهشون سری بزنید. Skills Training دارن، یه سری مهارت های کارآفرینی رو میتونید
یاد بگیرید، فرم های بیزنس ها رو، اینها رو همه رو توی وبسایت هاشون برای شما موجوده. Ontario Network of Entrepreneurs، باز این هم که ملاحظه میکنید، از شروع کسب و کار تا رشدش، آرندیش، جوان ها، برای همه اینها این یک سری در واقع برای هر کسی یک پلنی دارن. و Canadian Chamber of Commerce، اینا هم مثل BDCه، خیلی منابع و تولکیت های خوبی داره برای کارآفرینا، یعنی و جزء سازمان های خیلی فعال توی کانادا. تقریبا هم هر برنامه‌ای که باشه اینها یه جایش هستن، اتاق بازرگانی کانادا. کلن هم سازمان قویه، یعنی نقش خیلی کلیدی داره توی اکوسیستم. WBE کاری که اینا میکنن خیلی جالبه. ببینید حالا توی اون ریپورت هایی که من سکرین شات گرفته بودم از ریپورت های وک اشاره کردم به بحث سوپلایر دایورسیتی. دولت کانادا سازمان های بزرگ رو فرض بکنید، مثل بیمارستان ها، دانشگاه ها، وزارت خانه ها که مصرف بالایی دارن تأمین مایحتاجشون رو، اینها رو یه جورای مجاب کرده طی سیاست هایی که خریدهاشون رو از بیزنس های کوچیک بکنن، یا از بیزنس هایی که توسط ایمیگرانت ها اداره میشه، بیزنس هایی که توسط خانم ها اداره میشه، که کمک بشه برای رشد و توسعه اون بیزنس ها. WPE جز سازمان هایی هستش که سرتیفای میکنه بیزنس شما رو، یعنی شما به عنوان یک خانم میتونید برید توی WPE رجیستر کنید بیزنس خودتون رو و از طریق WPE وصل بشید به بایرهای بزرگ. مثلا اگر شما بیزنس کیترینگ دارید و یک بیمارستان نیاز پیدا میکنه به بیزنس کیترینگ، خب خیلی وسیعه حجم درخواست اونها، حجم خرید اونها. این WB یک پلتفرمیه که به خانم‌ها کمک میکنه که بیزنسشون، البته زیاده ها پلتفرمایی که شما میتونید بیزنستون رو رجیستر کنید، ولی WB یکی از قوی ترین هاست توی کانادا. و به نظر من اگر که صاحب بیزنسی هستید حتما این کار رو بکنید. و خب اینم که منابع دولتیه دیگه. الان دولت کانادا یک برنامه 221 میلیون دلاری رو مثل این که لانچ کرده که ما توی اینجا این بیمین انترپرنورشیپ استراتژی، همونیه که وک تحت در واقع لقای اون داره کار میکنه، لقای اون کار میکنه که ما تحت فاند بیمین انترپرنورشیپ استراتژی هستیم. ولی امسال یه فاند دیگه گذاشتن، این خیلی جالب بود و ما هم باز برای این اپلیکیشن فرستادیم. یک فاند 15 میلیون دلاری هستش و تولکیت میخوان، یعنی مثل همون تولکیتی که حالا بی دی سی داشت، دیدیم یه چیزای خیلی مختصری فیوچر پرنر داشت، ولی الان اینو دولت کانادا یک ابزاری رو میخواد برای خانم‌های کارآفرین. یک فاند 15 میلیون دلاری هم گذاشته برای سازمان‌هایی که پروپوزال بفرستن و این تولکیت رو طراحی بکنن، که ما هم پروپوزال خودمون رو فرستادیم، حالا فعلا جوابش نیومده، ولی جزء اقدامات دولتیه. دولت فدرال باز یه سری برنامه‌ها داشتش. اینا برنامه‌هاییه که برای در واقع کووید، حالا بعد از پندمیک یک سری از بیزنس ها آسیب دیده بودن، اینها بودن. و برنامه اکسس، اینم خیلی برنامه خوبی، اسمال بیزنس اکسس، که باز انجام شما میبینید چه بخواید بیزنس خودتون رو شروع بکنید، چه بخواید رشد بدید. لگال ادوایس واقعا جزء چیزای مهمه توی کانادا. شما اگر توی بیزنستون به مشکل حقوقی بر بخورید، من فکر میکنم که وکلا، یعنی بالای 5000 دلار ممکنه شما رو چارج بکنن که یک مشکل خیلی کوچیک رو برای شما بخوان، برای شما ادوایس بدن. جایی که لیگال ادوایس به شما میده به نظرم واقعا جایی که آدم بهتره که توی لیستش داشته باشه. و این که انترپرایز تورنتو، باز اینجا هم بحث ترینینگ و سپورت هستش. و EDC بمینن ترید، اینا بیشتر تمرکزشون روی صادراته. باز ما توی گزارش ها میبینیم که نرخ صادرات خانم ها خیلی پایینه، همونجور که گفتیم بیزنس خانم ها کوچیکه
رشدش کوچیکه، سرمایهش پایینه و به مرحله صادرات خیلی به ندرت میرسه. BDC و مین ترید برنامه هایی داره، خیلی وبینارها و برنامه های آموزشی جالبی داره که قوانین صادرات رو توی کانادا، صادرات و واردات، حالا چه پلتفرمایی، چه جوری ثبت کنی. توی ایران هم ما داشتیم اتاق بازرگانی، حالا یک پلتفرمی داشتن که شما هر کالایی که وارد میشد باید مشخصاتش ثبت میکرد. حالا توی EDC اگر که قصد صادرات دارید به نظر من خیلی فضای خوبی. Innovation Canada باز یک جای دیگه است. Government of Canada and COVID-19 support. خیلی بیزنس های خانم ها آسیب دیدن. من داشتم این سری اسلاید که میخواستم آمارا رو اشاره بکنم بهش، منتها صرف نظر کردم، گفتم دیگه خیلی طولانی نشه، ولی باز طبق آمارها ما دیدیم که بیزنس خانم ها چون بیشتر تمرکز داشت روی حوزه خدمات، چون بیزنس های کوچیک بودن، خیلی خیلی در سر کرونا بودن این شاتداون ها آسیب دیدن. و خب دولت یک سری برنامه های داره برای حمایت از بیزنس ها، و اگر بخوام خلاصه بکنم دولت کانادا این برنامه های حمایتی رو برای در واقع کووید ریلیف ارائه کرده. من خیلی خیلی ممنونم از صبر و حوصله همه عزیزان و متشکرم.